سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. داشتن رابطه با آمریکا یا نفی آن در ادبیات سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا کنون همواره دارای جایگاه خاصی بوده است و در طی این سالها دیوار بلندی از بی‌اعتمادی میان دو کشور ساخته شده است. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 92، بارقه‌های امیدی برای خراب شدن این دیوار در میان سران اعتدالگرای ایران و آمریکا به وجود آمد و تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی نقطه شروعی برای خراب کردن این دیوار قلمداد شد. تماسی که با حمایت اعتدالگرایان و جمع بسیاری از مردم ایران مواجه و خواب اصولگرایان تندرو را براشفته کرد. زیرا آنان به خوبی می‌دانند که کار برایشان سخت شده و دیگر نمی‌توانند جامعه را با دادن شعارهای حماسی و احساسی برای دشمنی با آمریکا مجاب کنند. اعتراضات این قشر از مخالفان ایجاد رابطه با آمریکا به گونه‌ای بود که حسن روحانی در واکنش به آنها در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد به دو دستگاه نظرسنجی گفته است نظر مردم را درباره ایجاد رابطه با آمریکا بگیرند. این در حالی است که در نظرسنجی‌هایی پس از سفر وی از آمریکا انجام گرفت، تعداد کسانی که به ایران از منظر دشمنی نگاه می‌کردند به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بدون هیچ تردید اگر این امر صورت گیرد، نشان از این دارد که آقای روحانی عزم خود را جذب کرده است که به شعارهای انتخاباتی خود برخلاف اسلاف گذشتهش عمل کند. اما نکته‌ای که در این میان باقی می‌ماند، نظر رهبر جمهوری اسلامی است. در طی دهه اخیر همواره بر این مسئله تاکید شده است که برای ایجاد رابطه با آمریکا تنها شخص رهبر است که می‌تواند نظر دهد و نظر آیت الله خامنه ای است که اجازه می‌دهد این رابطه برقرار گردد. ولی به نظر می‌رسد شرایط کنونی کشور و مشکلات سطح بین‌المللی باعث شده رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خود را برای برقراری این رابطه در اختیار حسن روحانی بگذارد. البته در این میان تندروهای حکومتی ایجاد این رابطه را خیانت به آرمان‌های انقلاب و خواسته‌های آیت الله خمینی می‌دانند. این افراد تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد منافع ملی و سرنوشت مردم ایران است و همچنان سعی می‌کنند با طرح شعارهای تاریخ مصرف گذشته و رنگ باخته بر طبل مخالفت با ایجاد این رابطه حتی با وجود چراغ سبز رهبری هم بکوبند. سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه مکالمه اخیر او با باراک اوباما همتای آمریکاییش تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد که در آینده قدم‌های بلندتری بردارد و بیان اعلام نظرسنجی از مردم همه نشان از عملکرد مثبت دولت 11 در این زمینه دارد و بدون تردید در این میان نقش رئیس جمهور بسیار حیاتی و تأثیرگذار خواهد بود که بتواند رابطه ای را بر اساس منافع ملی باز کند و از مخالفت تندرویان حکومتی نهراسد.